تحولات پیرامون موضوع برجام و رژیم ادامه داره در جدیدترین تحول رئیس جمهور آمریکا در مورد امکان توافق جدیدی با رژیم ایران صحبت کرد و گفت چه کسی میداند و افزود چون ما داریم شدیدترین و قویترین فشارها را به رژیم ایران وارد میکنیم رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که ما نمیتوانیم به آنها اجازه دهیم که تسلیحات اتمی داشته باشند ما باید قادر باشیم که به هر سایتی خواستیم برویم و آن سایت را بررسی کنیم ما باید قادر باشیم که به پایگاه های نظامی آنها رفته و مشاهده کنیم که آیا آنها تقلب می کنند یا نه همچنین مایک پنس در پاسخ به سؤالی که حملات رژیم به اسرائیل و ناشی از خروج آمریکا از برجام میدونست گفت اشتباه نکنید توافق اتمی ایران که اجازه بازگشت 150 میلیارد دلار و یک و میلیارد دلار پول نقد را به ایران داد در حقیقت این توافق نفوذ تجاوزکارانه ایران در سراسر این منطقه را نه تنها کنترل نکرد بلکه دقیقا به همین دلیل است که شما نیروهای ایرانی و موشکهای ایرانی را میبینید که در سوریه مستقر هستند تحول دیگه افشاگری اخیر مقاومت در مورد 42 مرکز موشکی سپاه پاسداران هست که انعکاس گسترده‌ای در محافل سیاسی و مطبوعاتی داشته در سطح منطقه هم تلویزیون های العربی اسکای نیوز از تغییر اورینت نیوز که تلویزیون اپوزیسیون سوریه هست فوربس مصر العربیه و القد اردن به این افشاگری باستاب گسترده‌ای دادند فاکس نیوز در گزارشی پیشینه افشاگری مقاومت ایران رو تحسین برانگیز خواند و گفت که شورای ملی مقاومت ایران نقشه ها و تصاویر ماهوارهای را رو منتشر کرده و شاید بزرگترین حجم اطلاعاتی بوده که تاکنون در مورد برنامه موشکی رژیم ایران علنی شده است این اطلاعات شامل مشخصات 42 مرکز مختلف موشکی این رژیم بر روی زمین و در زیر زمین است همینطور دیلی ستار نوشت که دیلی ستار آنلاین به طور اختصاصی یک نسخه از کتابی را به دست آورده که شورای ملی مقامت ایران را نوشته است این گزارش تحت عنوان بسیج بالستیک ایران برنامه جاری موشکی دولت را افشا می کند و این ادعاها که این موشک دفاعی هستند را رد می کند این گزارش مطرح می کند برخورد غرب با ایران ضعیف بوده است دیلی استار در ادامه این مطلب خودش نوشته که کارشناسان شورای ملی مقامت ایران میگویند جمهوری اسلامی دانشمندان را به طور مخفیانه از کره شمالی به عنوان عاملی کلیدی در پیشبرد برنامه موشکی به داخل آورده بود این گزارش افشا کرده که مقامات ارشد ایرانی از جمله حسن روحانی و محسن رضایی فرمانده نظامی تماماً از کشور کیم جونگ اون برای بحث پیرامون موشک ها بازدید کرده بودند.